مسئله مبارزه با زنها در ایران برای رژیم داره دردسر میشه و محمد خاتمی که رئیس جمهور پیشین همین حکومت بوده علیه اقداماتی در این رابطه قد علم کرده و گفته اصلا این ماجرا رژیم رو دچار دردسر میکنه، موجودیتش رو به خطر میاندازه و هیچ ضرورتی نداره که شما به این نحو به زنای ایران فشار وارد میکنیم. ولی خب خود زنها که میدونیم در ایران واقعا در مبارزه ید طولایی دارن علیه حکومت و هرگز حاضر نیستن زیر بار این فشارها برن. ولی خب آخوند کسافت میگه آقا اینو برشون داریم ببریم میگیم میت بشورن جریمه بهترینه. اون یکی داره میگه آخونده که اینا رو بخوابونین شلاق بزنین. یعنی همین مسائلی که سبک آخوندیه و ضد مردمی و اینا رو میخوان در ایران تعمیم بدن و مرتب. الان دیدم که خوشبختانه این خاتمی که یه دولتی بود که خودشو نشون میداد که تغییر داره با متغیر با سایر دولت ها، الان به رژیم میگه این باعث میشه که خاتمی میگه باعث میشه که رژیم متزلزل بشه در این رابطه. شما این همه به این شکل سر به سر زنان نذارید. بله علی دوستا چرفشایی، من به این خاتمی ابتهی همین سید بیدا میگم اینها اول از همه اگه میخوان ایرانی بودن خودشون رو نشون بدن و ثابت کنن مخالفتشون رو باید دوتا کار بکنن. نخستی که لباس تازی رو و استعماری رو باید از تنشون در بیارن. دوم این که این واژه سید رو که یک نوع تبعیض نژادیست و توهین به ایرانیست و تبار ایرانی توهین است رو نباید دور اسمشون بردارن. همه سید پیدا هرچی زر بزنن استاد چرف شدید از تاجزاده و ابتهی و خاتمی گرفته که ایوری هم تا اون وریاشون اینها رو اصلا ملت ایران نباید باها بده. استاد چرفشایی شما خبر دارید، کارگردان برنامه میدونه، اینا رو دیده. امسال زنای ما، دخترای ما، زنان آریایی استاد رفتن توی هیئت‌های عزاداری. هفته پیش که نشون دادیم که آدم ها میرخصیدن، این دفعه رفت خانمای ایرانی نه یه جا دو جا ده جا مساجد، چون این برنامه ریزی شده است، مساجد بسیاری رفتن با چادر تو چادر برداشت شروع کردن به رقصیدن توی مسجد ها. یارو داشت نوحه میکن، فیلماش اینا هست. یعنی استاد چرفشایی ملت ایران تمامی روحانیت و اونهایی که با سید بازی میخوان تبعیض نژادی بیان بگن ما برتر هستیم از ایرانیان، ما نژاد برتر هستیم، ما اعراب، ما سید ها، ما بنی هاشم در خونه من اومده، اینا عمر شستن انداختن رفت کنار. راست جرجه الان جنگ ایرانی است با انگلیسی خود تو جرجه. یک مواردی که پیدا میشه ما میبینیم الان داره میشه این با کمک نیروهای مقتدر ایرانی آریایی است در قدرت. من نمیخوام باز کنم قضیه رو، ولی نیروهای ایرانی بچه ها پشت شما هستن. برای همینه که وقتی که شما رو به خاطر نداشتن چادر فلان اینا پدر سوختای حزب الله دستگیر میکنن میبرن کلانتری، کلانتری شما رو بل میکنه چون قانونی وجود نداره. یعنی قانون رو اونا شکستن. شما باید بتونید قدرت نشون بدید، مقاومت. استاد چرفشایی چندین مورد هست، دختران گرفتن دارن میذارن تو شب تاریک، فیلماش هست. متاسفانه ما 10 15 دقیقه در خدمت نیستیم، نمیشه 10 تا فیلم نشون بدیم. دخترای مردم رو غیر از اون بچه که تو نشابور زدن کشتن، حالا اون یه دختره تا میگیرن یه 10 نفر از گوشه و کنار میان حزب الله، یعنی صدام حسینیه رو، این حزب الله رو از این بعد تازیان ایران رو میگیم عراقی های صدامی، صدام حسینایی که اومدن ما رو قتل عام کردن کشتن. استاد چرفشایی در تمام دوران حکومت صدام حسین شیعه و سنی نداشت، فقط حزب بعث داشت. حزب بعث یعنی سوسیالیستی، مارکسیستی، یعنی روس و انگلیس. اینا همشون روس و انگلیسی هن، برای همینه که خونخوارانه ایرانی میکشن. شما هم نترسید بچه ها، جوان ها کارشون اینه که از دختر محافظت کنن، کمین کنن. تا یک حیوان بیگانه اومد مزاحم دختر ایرانی شد، بریزید بزنید همونطور که استاد چرفشایی هر روز اینا رو میزنن. اینا رو باید گفت و اینا رو باید نشون داد به مردم که روحیه بگیرن و شجاعت.
بعد این گزارش نمیدونم اونجا در پاریس هم بازتابی داشته که این روزا این افرادی رو که دستگیر میکنن و زندانی میکنن اینا رو میبرن به روان پزشکی، یعنی مراکزی که بیماران روانی اونجا هستن یه مدتی اینا رو اونجا در حال میگردونن و یه مشکلی برشون ایجاد بشه که بگن اینا هم در حال بیمار روانی شدن و ما به این دلیل اینا رو دستگیر کردیم یا جریمه مجازاتشون کردیم. اینا اینه که این سامان یاسین که ضرب و شتم زیادی دیده به این رژیم که دستگیرش کرده، اینو بردنش مدتی 24 ساعت در اون روانپزشکی اونجا این مشکل براش ایجاد بکنن. این کاریه که تازه رژیم داره در زمینه افراد دستگیر شده متداول میکنه و دستور داده اون دستگیر شدگانی که افکار خیلی سختی دارن اینا رو ببرن به درون پزشکی ها، این روان پزشکی ها اینجا به چرخوننشون یکی دو روزی اونجا نگهشون دارن. شما در این رابطه اطلاعاتی اونجا دارین؟ استاد چرفشایی، دو هفته پیش در برنامه خود شما ما محسنی اجری رئیس قوه قضاییه نشون دادیم، شاید چون لباس آخوندی تنش نبود دوستان مهربان توجه نکردن، اون محسن اژه بود نشونش دادیم که دیوانه شده بود و رفته بود پیش یک جنگیر، تو جنگیر من میشناسمش اسمش هم میدونم، حالا عکس ما نشون دادیم پیش اون جنگیر رفته بود، جنگیره دستاش اینجوری گذاشته بود رو سر محسنی اژه‌ای که جن نیره در بیاری از دیوانگی خلاصش کنه. یا آخونده خودشون دیوانن حرمزادا. هم تو همون برنامه دو هفته پیش که محسنی اژه‌ای رو نشون دادیم که جنگیر داره جن ایر میاره بیرون، یعنی جن مجنون استاد چرفیان دیوانه دیگه، یعنی جن بهش زده جنشو میاره بیرون. بعد همون برنامه ما نشون دادیم که 14 تا نامه رو نشون دادیم، نامه هست 14 تا پزشک بزرگوار و متخصص ایرانی که جون هزاران نفر تو زندگیشون نشون دادن، 14 نفر به محسنی اجری نوشته بودن آقا تو خود رئیس قوه قضاییه، حالا من اضافه میکنم نوکر استعمار روس و انگلیس و صدام حسین و نقدی هستی سر جاش، تو خود دیوانه ای، سابقه پرونده دیوانگی داری، روانی هستی، مردی که وقتی میخوای دختره ما رو ببرید معاینه چون اون موقع برای خانم افسانه بایگان عزیزم که درود دارم بهش این مورد رو گفته بودم، پزشکا 14 نفر بودن آقا خود تو همین دیوانه آی شرفی به جون شما من خبر دارم خیلی از این آخونده اینا خودشون دیوانه بودن، حالا غیر از مثلا رفسنجانی و کی بگم باهانه رو اینا، غیر از 3-4 تا اینا همه اینا سابقه مراجعه به تیمارستان داشتن، از جمله مادر علی خامنه ای، مادر علی خامنه ای خدیجه خانم میر داماد، خدیجه خانم شاعر بود، شعرهای خیلی خوبی میگفت، زن بسیار خوبی هم بود، حیفی بچه که بچه باشه. خدیجه خانم به خود من میگفت علیمون بچه که بود خل شده بود، چه خوب شد گفتیم اینا رو بگم امشب، میگفت علی ما خل شده بود، کوچه اشکان خونشون بود، چهار قدمی دفتر بنده، منم 16 سالم بود مدرسه میرفتم، دفترم داشتم، هتلم داشتیم، میگفت علی ما خل شده بود یعنی دیوانه شده بود، ما میبردیمش عزایمشه بخونن، حالا عزایم اونا میدونن، همه میدونن یعنی چی، یه کسی که دیوانه میشد موقع که روانپزشک تو مشهد نبود که، اینا رو میبردن پیش یارو جنگیره مثل همونی که خود اژه برده بودن، اینا بچه ها همه جا شما بگین اینا عدم همشون دیوانن، خودشون همشون روانی هن، همشون لوتی لواتگر هن، اصلاش دیگه به در اومده آدم لواتگر هستن چه هستن، وقت من بچه های نازنین ما دختران رعنای آریایی مثل افسانه بایگان عزیزم مثل بقیه رو بخوام بزنید، این پدر سوخته رو بزنید، این تازیان رو از سرزمین اهورای بیرون کنید، این حیوانات رو. بله این در حال عاشورا عزایم ماجرا عزایم میشه خونده بودن، عزایم یعنی در هم دیوانه میشه، بیبرش میشه روانپزشک همون جنگیره. بله
در زمینه چون مسئله افغانستان شما در رابطه با طالبان اینا آگاهی هایی دارین، اینی که طالبان این روزا هر کسی مراسم عاشورا برگزار میکنه اینا رو با تیر میزنن و میکشن در جا و میگن اصلا این مسائل هیچ ارتباطی به اسلام نداره و اینا مخالفن. حالا پایین جمهوری اسلامی مرتب عاشورا را بالا میبره و حسین حسین مردم میکنه و میگه سرتون رو بشکافی اینا، نمیدونم اینا. در اسلام آباد و در طالبان در افغانستان هر کسی رو اینجور مراسم عاشورا رو برگزار کنه دستور دادن با تیر بزننشون در جا بکشن. اینی که نمیدونم شما که در زمینه طالبان آگاهی دارین اینا چه دید کنم؟ میدونید که این حسین بازی مسخره بازی استعماری، خوب عرض کردم که اینا رو انگلیس وارد ایران رو تشیع کرده، اینا به هیچ عنوان هیچ فرقه اسلامی وهابی باشه، سنی باشه، حنبلی باشه، شافعی باشه، مالکی باشه، اینا قبول ندارن. اینا بدعت میدونن، بدعت میدونن. استاد چرفشایی برای یک مرده بیای اینجور با علی خامنه‌ای و محمد خاتمی که شما فرمودین رئیس اینا که خاتمی اینا که میکنن، اینا واسه اینه که واسه بابا بزرگشونه، حسین پدر بزرگشونه، فاطمه مادر بزرگشونه، به ما که جبتی نداره. طالبان هم که شیعه نیستن اصلا چرفشه، یه بدعت انگلیسی است که برای استعمار آوردن، اونا مخالفش هم جهان اسلام با این قضیه مخالف است تا چرفشه. لعن و نفرین میکردن امام علی رو، عرض کردم تا قبل از صفویه، چون میگفتن اولین کسی که جنگ داخلی رو توی اسلام آفرید امام علی بود و فرزندان شاهی ای حرفا حسن رفت با معاویه جنگ دینا. لعن و نفرین میکردن. تو تاریخ بریم بخونیم تا پیش از صفویه امام علی و فرزندانش رو تمام مسلمان ها لعن و نفرین میکردن. بله، بسیار ممنون از شما که در این هفته هم مطالب جالبی رو مطرح کردین و مسلمان بینندگان ما استفاده کردن از مطالب شما. تا هفته آینده شب و روز خوشی براتون آرزو دارم. با بوسه مهر، درود و خدا نگهدار. سپاس از کار کردن برنامه مسعود. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای سیاوش اوستا و امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی براتون آرزو دارم. بدرود و درود دیگر.